کارت گرافیک 3070 Ti 12900 H Core i9 پردازنده، نمایشگر 165 هرتزی 2K، یه هیولای ایسوس داریم، زفیروس M16. خوشحال میشم اول ویدیو رو لایک کنید. اولین چیزی که از محصول میبینی جعبه جذابیه که داره. در جعبه رو که باز میکنید یه شباهتی با خود لپتاپ داره که تو بخش طراحی بهش اشاره میکنم. همراه جعبه یک کوله پشتی خیلی جذاب عرضه میشه که حجم زیادی داره، لپتاپ توش میتونی بذاری و یه عالمه خرت و پرت دیگه. یه موس خوشگلم داره که نمیشه بهش گفت موس مناسب گیمینگ در حد قیمت این لپتاپ. پیشنهاد میکنم یه موس گیمینگ خودتون بخرین. بریم سراغ طراحی دستگاه. اولین حسی که محصول بهتون میده کامپکت بودنشه. جمع جور باریک. پشتش پر از حفره است که این حفره ها تو برخورد نور یک رنگبندی هولوگرام تور بهتون میدن. لوگو ایسوس جذاب، براق، جاذب اثر انگشت، کاری با این نداریم. پنل پشتی مانیتور فلزه. مانیتور نوع طراحی لولاهاش ارگولیفته یا بهش میگن ارگولیفت دیزاین. حسی مینیمال جمع و جور بهتون میده اما هزار تا ایراد میشه ازش گرفت. در عین حالی که خیلی جذابه، در عین حالی که با یک دست به راحتی مانیتور بلند میشه، اما ایرادی که داره در مرحله اول، برای اینه که شما ظاهری یک دست داشته باشین اومدن تمامی درگاه ها رو سمت چپ قرار دادن، هیچ درگاهی پشت دستگاه نیست. همین باعث میشه که تعداد درگاه های زیاد، البته کارآمدش موجب میشه که یه عالمه سمت چپ دستگاه شلوغ پلوغ باشه. اینی که هیچ درگاهی پشتش نداره موجب شده که خروجی هوا رو بذارم پشت دستگاه که وقتی پردازش های سنگین انجام میدید گرمای زیاد میخوره تو مانیتور، برمیگرده بالا، کمی اذیت کننده است. اما از نظر اینه که یه مانیتور یه دست داشته باشید حسی فوق العاده بهتون میده، طراحیش دوست داشتنیه. بعد این ارگو لیفتش، اون واژه لیفت به این معناست که وقتی میدیش بالا در یک حالتی ارگونومیک لپتاپو کمی بلند میکنه و جریان هوا رو قدرت میبخشه و روی میز که باهاش کار میکنید کلا دستگاهتون در دراز مدت صدمه نخواهد دید. به لطف فنهای خوبش، جریان هوای خوب، جلوتر به همشون میرسید. اینقدر راجبش غر زدم هنوز تموم نشده، یه غر دیگه هم دارم. لپتاپی که باز میکنی کنار کیبورد شما یه پلاستیک مات میبینید که بسیار جذاب و زیباست، اما کافیه کمی دستتون عرق بکنه، چرب باشه، به شدت جاذب اثر انگشته. در حین کار کردن چیپس میخوری، پفک میخوری، قطعا ظاهر دستگاهتو به هم میریزی. هر چقدرم این مسئله برات حائز اهمیت نباشه به چشمت خواهد اومد. آخرین موضوعی که در بخش طراحی باید بهش اشاره بکنم، سه تا LED پشت دستگاه داره که رفلش میخوره تو مانیتور. شبا وقتی داریم فیلمی نگاه میکنیم، تصویر تاریک، محیط تاریک، رفله این LED ها میتونه حواستون رو پرت بکنه. به هر حال باید به همه موضوع اشاره بکنم. لپتاپی که باز میکنین کیبورد کوچولو میبینید. بخش زیادی رو به اسپیکرها اختصاص دادن که در بخش طراحی کیبورد و اسپیکر به همشون میرسیم. صحبت دیگه در مورد طراحی نمیمونه، نقاط مثبت و منفیشو گفتم. بریم سراغ درگاه‌ها. یه ضعف بزرگ میشه از درگاه های این دستگاه گرفت، اونم اینه که HDMI 2.1 نداره. HDMI 2.1 کمکتون میکنه بتونه خروجی تصویری 120 هرتزی در رزولوشن 4K بدید. با اینکه کارت گرافیک سری C داره، کارت گرافیکش 3070 Ti، اما چنین قابلیتی نداره. یه دونه پورت تایپ C نسل 2 داره، یه دونه Thunderbolt 4 پشتیبانی میکنه که دیسپلی پورت رو پشتیبانی میکنه 4K 60 هرتز، حتی 8K هم خروجی میده بهتون. تکنولوژی شارژ پاور دلیوری رو پشتیبانی میکنه، پس از طریق USB-C هم میتونید دستگاه رو شارژ بکنین. یه دونه USB-C داره، دو تا تایپ A 3.2 نسل 2 داره. عملکرد درگاه ها بسیار عالیه، بروز خفنه. درگاه RJ45 برای اتصال شبکه لن داره، وایفای 6E رو پشتیبانی میکنه، بلوتوث 5.2 رو پشتیبانی میکنه، یه دونم جک 3.5 میلیمتری کومبو داره برای پشتیبانی هدفون و میکروفون به صورت همزمان. از لحاظ خانش کارت های حافظه میکرو SD رو پشتیبانی میکنه، سمت راست دستگاه قرار گرفته. یکی از اون پورت های تایپ A هم سمت راستشه، قفل کنسینگتون هم سمت راستش. ورودی هوا زیر دستگاه، خروجی پشت دستگاه است، ولی میخوره به مانیتور رو جلوتر با هم بررسیش خواهیم کرد. کیبوردش جمع و جوره، عمل کرد خوب، فیدبک خوب، همه چیش عالیه. فقط یه ایراد میشه ازش گرفت، اونم اینه که ایسوس با قیمت بالایی که داره، نمیدونم چرا تو لپتاپ های گرون قیمتش اینطوری داره عمل میکنه که شما نمیتونید تک به تک کلیداتون رو رنگ بندی مختلف براش انتخاب بکنید. RGB هستا، ولی کلن یه ظاهر کلاسیک خسته کننده RGBش داره، یه دست یه رنگه. مثل دیگر لپتاپ ها نمیتونی افکت های متنوعی بهش بدی و این نقطه
ضعفیه به نظر من در کیبورده. ترکپد ترکپد بسیار بزرگیه، دقیق، روون، فانکشنای زیادی داره، همه جاش کلیک چپش کار میکنه، گوشه پایین از وسط رو به سمت راستم کلیک راستش عمل میکنه. روشنایی کلیدها زیاده، قابل تنظیمه، ولی همینی که میگم نمیشه رنگ بندی RGB شو برای تک به تک کلیدا انتخاب کرد، نقطه ضعفیه، چون لپتاپ گرونیه. خب به هر حال یه گیمر انتظار داره از این موارد. میرسیم به نمایشگر. لپتاپی که باز میکنی یه نمایشگر کم حاشیه میبینی، نسبت تصویری 16:10، یعنی اینکه نمایشگر خیلی عریض نیست، کمی به عرض اون اضافه کردن تا توی بازی ها، توی اپلیکیشن های خاص مثل پریمیر، فتوشاپ کمی دستت بازتر باشه، اطلاعات بیشتری توی تصویر جا بدن. نمایشگر یکی از نقاط اصلی فروش این دستگاه است. چرا؟ چون موجب میشه اگر دیزاینر هستید با یه نمایشگر دقیق روبرو بشید، اگر گیمر هستید رنگ‌های جذابی دریافت بکنید. بیشینه روشنایی نمایشگر تا 500 نیت هم میره که نمایشگرش واقعا روشنه. تو محیط‌های تاریک روشنایش میتونه حتی اذیتتون بکنه. 16 اینچیه، رزولوشنش 2K. 2K یعنی یه سطح از 4K پایین‌تر، یه سطح از فول اچ دی بالاتر. 8 بیتیه اما دقت رنگی بسیار بالایی داره. 100% فضای رنگی DCI-P3 رو پشتیبانی میکنه. 99.8% sRGB، 85% Adobe RGB و اینی که به صورت پیش‌فرض دستگاه کالیبر شده است. شما میتونید خودتونم کالیبرش بکنید، ولی از من بشنوید، چون گواهی پنتون رو داره در کالیبر شدن نمایشگر، کار آمده، انگولکش نکنه. نرخ بروز رسانی نمایشگر 165 هرتزیه که به صورت پیش فرض زمانی که روی آلت باتری باشه با 60 هرتز کار میکنه. 165 برای بازی ها یک اجرای روان رو براتون به همراه داره، ولی در تجربه عادی هم بسیار حس خوبی بهتون میده. اسپیکرها دیدیم که ایسوس کیبورد جمع جور کرده، یه عالمه فضا داده به اسپیکرها. این اسپیکرها چه قابلیتی دارن انقدر فضا نیاز دارن؟ صداشو با هم بشنویم. حجم صدای زیاد، شش تا اسپیکر داره، دو تا تویتر برای تولید صداهای با فرکانس بالا، 4 تا ووفر. باس تولیدی خیلی زیاد نیست، کوبندگی زیادی نداره. لپتاپ های دیگه هستن تو این رنج قیمت صدای بهتری تولید میکنن، البته که از لحاظ حجم صدا بسیار حجم صدای زیادی داره. اما وبکمش، من 82 میلیون تومن پول دادم به دستگاه سال 2022، وبکم HD به من میده که نمیگم کیفیتش بده، چیزی که داری میبینی کیفیت خوبیه، درسته، ولی اینجا پر از نوره، اینجا خیلی نور زیاده، پس طبیعیه که کیفیت خوبی داشته باشه. اما در شرایط عادی شما که همچین ستاپ نوری ندارین، اصلا برای چشاتون خوب نیست، پس عملکرد وبکمش براتون راضی کننده نخواهد بود. میرسیم به سخت افزار و عملکرد دستگاه. توی این بخش ما به فنها میپردازیم، عملکرد CPU و GPU میپردازیم، پرفورمنس های مختلفشون رو نشون میدیم، بنچمارک میگیریم. کمی بخش طولانیه، ولی خب سعی میکنیم تا اونجایی که میشه خوب پشتیبانی بکنیم. مثلا M16 که برای بررسی اومده 16 گیگابایت رم داره، تا 32 گیگابایت بیشتر قابل ارتقا نیست. کارت گرافیک RTX 3070 Ti داره، پردازندش نسل 12 Core i9 12900H. پردازندش یا CPUش بسیار سریعه، بسیار سریعه. بذارین از بنچمارکی که ازش گرفتیم براتون بگم. زمانی که برق وصل باشه حالت توربو توش فعال میشه، توربو دیگه های پرفورمنس دستگاه میشه. فنها تو بیشینه چرخش خودشون قرار دارن، عملکرد و ولتاژی هم که به CPU و GPU میرسه در بیشترین حالت خودش قرار داره. دمای CPU پیکش، یعنی یه لحظه بره بالا، تا 92 درجه سانتیگراد هم میرسید، اما چیزی که به صورت نرمال میدیدیم 70 درجه بود. تو عمل کرده که تو بازی ها میدیدیم تا 80 درجه هم میرفت، ولی دستگاه اوورهیت نمیشه در گذر زمان، تا زمانی که جریان هوا توی این دستگاه به خوبی اتفاق بیفته. به هیچ عنوان با این دستگاه زمانی که عمل کرده سنگینی میخواید ازش بگیرید، روی فرش، روی پاتون نذارید، همیشه روی سطحی سخت بذاریدش که جریان هوا توش خوب اتفاق بیفته. امتیازی که در سینه بنچ به دست آورده بود 2650 بود، فرکانس هسته ها رو 3200 گیگاهرتز بود که عملکرد خوبیه. از لحاظ بیشینه حجم صدای، فنها هم روی 51 دسیبل رفت تو آلت توربو که صدای زیادیه، فن حجم صدایش زیاده، ولی خب از اون طرف هم دستگاه رو خوب سریع خنک میکنه، موجب میشه که دستگاهتون تو دراز مدت راندمانی بالایی داشته باشه. اگر بخوام عملکردش رو تو بازی ها براتون بگم،
رو حالت اولترا از لحاظ تنظیمات گرافیکی، رزولوشن QHD پلاس یا همون 2K تو بتلفیلد V 107 فریم بر ثانیه رو گرفتیم، دوم اترنال 145 فریم، فار کرای 6 71 فریم، رد دد ردمشن 273 فریم بر ثانیه رو گرفتیم. یه اپلیکیشن داره به نام ایسوس آرموری کریت که شما تمامی تنظیمات گرافیکی، پردازنده سی پی یو، فن هاتون به علاوه تنظیمات نور RGB دستگاه رو میتونید اونجا تنظیم بکنید که خوبه، محدودیت های خاص خودشو داره ولی کلیه نیازتون رو برطرف میکنه. خروجی اصلی هوا در پشت دستگاهی که برخورد میکنه با مانیتور برمیگرده بخشش بالا، طبق تصاویری که میبینید نقاط داغ رو در تصویر میتونید مشاهده بکنید. نکته جالبی که دستگاه داره توی اوج گرما، همونطور که توی این تصاویرم میبینید، دکمه های WASD خیلی داغ نمیشن، یعنی جایی که بیشتر کاربر دستشو قرار میده. بیشترین گرما در وسط کیبورد رو به سمت مانیتور اتفاق میفته. این نشون میده که در حین بازی کردن وقتی دستگاه داغ میکنه آزار دهنده نیست، اذیتتون نمیکنه. طول عمر باتری 90 ساعت واتی که داره کمکتون میکنه بازی در بیشینه تنظیمات خودش یه ساعت خورده بهتون شارژ بده. برای فیلم دیدن 7-8 ساعت بهتون فرصت میده، میتونید استفاده بکنید از باتریش. اینا در حالتیه که نمایشگر روی بیشینه 60% باشه، وای فای فعال باشه و رو حالت پرفورمنس مود باشه. رو حالت سایلنت مود از زمانی که مثلا در حال تکست درست کردن باشید، از گوگل درایو استفاده بکنید، کمی اینترنت گردی بکنین، چیزی حدود 5 تا 6 ساعت 7 تا 8 ساعت بهتون باتری میده. اما نظر نهایی من در مورد این دستگاه، قیمتش بالاست. یونیتی که برای ما اومده در حین ضبط ویدیو 82 میلیون قیمتش بوده. شما با این 82 میلیون تومان اگه بخواید کامپیوتر بخرید، در نهایت البته نه اینه که به 82 تومان بسندش بکنید، ارتقا بدید، کامپیوتری بهتر میتونید جمع بکنید. اما این دستگاه با نمایشگری که داره هم به درد دیزاینر میخوره هم گیمر. دیزاینر دقت رنگی بالا میگیره، گیمر رنگ های جذاب، سیاهی عمیق دریافت میکنه. قیمتش بالاست، 82 میلیون تومان کم نیست، اما از اون طرف گارانتی 24 ماهه یک پارچه داره، یعنی سازگار، حامی و آواژن گارانتی کننده این دستگاه هستن، هر سه در کنار هم دیگه. این هم یکی از نقاط مهم این دستگاه. من نمیگم این بهترین در رده قیمتی خودشه، لپتاپ های رقیب زیاد داره، اما نمایشگر خوب میخوای، عملکرد گرافیکی خوب، پردازنده خوب میخوای، همه چیز در این دستگاه خلاصه شده، علاوه اینی که برند ایسوس داره. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه، براتون کارآمد و مفید بوده باشه. سعی کردم تمامی بخش های مورد نیاز از این دستگاه رو به زبانی ساده برای شما به نمایش در بیارم و توضیح بدم. میتونستیم تو بخش سخت افزار کمی عمیق‌تر عمل بکنیم، اما اونو میسپرم به دست دیگر تیم هایی که به صورت خیلی تخصصی سخت افزار کامپیوتر و لپتاپ ها رو بررسی میکنن. ارادتمند شما هر شبانه روز هر روز هفته. امروز